نبود بغیر ذکر تو ور زبان ما نبود بغیر نام تو ذکر زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهان ما سلام دوستان عزیز مهربانان همراه شبی با بیدل خوشحال هستیم که باز در فرصت دیگر خدمت رسیدیم با ارادت به یک, یک شما همراهان همیشه شبی با بیدل در کنار شما هستیم در یک شب عزیزی دیگر و می خواهیم که یک غزل زیبا از حضرت بیدل را مرور بکنیم تعمل بکنیم و شرح و تفسیرش را بشنویم نبود بغیر نام تو ذکر زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهان ما خوش آمدید میگم خدمت همه دوستان عزیز که با جمع ما پیوستن یکی یکی دوست داره دوست دارم که نامشان را بگیرم دیگه بخاطری که بریم سریتر به غزل برسیم یک خوش آمدید همگانی تقدیمتان میکنم و همین که در جمع ما هستین ما رو دلگرم میکنین به ادامه ای جلسات و بیدلخانی و گفتن از بیدل و شرح غزل بیدل نبود بغیر غیر نام تو ذکر زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهان ما چون شم دمز شعله شوق تو می زنیم خالی مباد از این تب گرم استخان ما عرض فنای ما نبود جز شکست رنگ چون شعله برگریز ندارد خزان ما گرد رمی بر روی شراری نشسته ایم ای صبر بیش از این نکنی امتحان ما از برگ و ساز قافله بی خدان مپرس بی ناله می رود کاروان ما میخواست دل ز شکوه خوی تو دم زند دود سپند گشت سخن بر زبان ما ما معنی مسلسل زلف تو خانده ایم مشکل که مرگ قطع کند داستان ما چون سیل بی خدا نسوی بحر می رویم آگه نیم دست که دارد انان ما ما را عجوز دهر دوتا کرد از فریب زه شد به تار چرخ ز سستی کمان ما از طبع شوخ این همه در بند کلفتیم بستن چون شرار ز سنگ آشیان ما آه از غبار ما که هواگیر شوق نیست یعنی به خاک ریخت است آسمان ما بیدل هجوم گریه ما را سبب مپرس بی مقصد است کوشش عشق روان ما تشکر از شما دوستان عزیز در خدمت استاد محمد کازم کازمی هستیم با شرح این غزل زیبا خیلی تشکر و الان میام به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز تشکر از زینب جان به خاطر خواندن این غزل زیبا و او هم به زیبایی و 136 و, و, و جلسه از جلسات شبیب بابیدل رو در خدمت دوستان عزیز هستیم من یک دفعه گوشی را درست مستقر کنم ما در بعضی از این جلسات خدمت دوستان عرض کردیم که بعضی از غزل های بیدل انگار زوج زوج هستن یعنی دو تا غزل هست با یک وزن و قافیه و ردیف و انگار که بیدل در شعر خودش از خودش استقبال کرده و از این جنس زیاد هم داره غزل این غزل های زیادی هستن که عملا دو تا غزل هستن و انگار که به نوعی یک طرح یکسانی دارن مثلا حاصلم زین مزرعه بیبر نمیدانم چه شد خاک بودم خون شدم دیگر نمیدانم چه شد یا حال دل از دوری دلبر نمیدانم چه شد ریخت اشکی بر زمین دیگر نمیدانم چه شد یا حتی بعضی وقتها غزل هایی که یک مقداری وزن و قافیه غریبی هم دارند مثل مثلا اون غزلی که زبان به کام خموشی کشد بیانش و لرزت نگه زدور به حیرت دهد نشانش و لرزد باز غزل دیگه ای هم داره با امین و از ردیف و قافیه که الان مطلع او یکی به خاطرم نیومد والا در اینجا هم دو تا غزل داره یکی که در نوبت قبل ما خدمت دوستان را خواندیم که مطلعش این بود که داغیم چون سپن مپرس از بیان ما در سرمه بال می شب امشب فقان ما و دیگری همین که نبود به غیر نام تو ورد زبان ما یا ذکر زبان ما در واقع در این نسخه نبود به غیر نام تو ذکر زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهان ما بله خانم تلاکمه اون یکی را هم نوشتن حدیث عشق شود ناله ترجمانش و لرزد چوشیش دل که کشد تیغ از میانش و لرزد چون این چیزی است مطلع و مصرا دومش و البته در این مورد که الان ما غزل رو خواندم یکی دیگه هم داریم و چون شم زاتشی که وفا زد به جان ما بال هماست بر سر ما آشیان ما که در واقع اینا سه غزل میشه دو تا از اینا رو در گزیده غزلیات ما آوردیم یکی همون داغیم چون سپن مپرس از بیان ما و یکی هم نبوت غیر نام تو ورد ذکر زبان ما ای که من مرتب این ورد میخوانم علتش اینه که در دیوان چاپ کابل ورد بود و همی در ذهن من نشسته نبود بغیر نام تو ذکر زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهان ما دوستمون گفتن که این شعر در اصل برای چه کسی گفته شده این از شعرهایی است که ظاهر عاشقانه داره و باطن عرفانی هم میتونه داشته باشه ما گفتیم که خیلی از شعرهای عاشقانه بیدل به نوعی هست که برای عشق عرفانی به تعبیری بیشتر حتی جور میشه و بیشتر گرا به تعبیری این از همون غزلایی است چون ذکر نام هم میاره و میگه که در زبان ما به غیر از ذکر نام تو چیزی نیست به نظر میرسه که بیشتر رنگ مناجاتی داشته باشه این غزل و اتفاقا با این فضای معنوی این شبها هم در ماه مبارک رمضان ارتباطکی داره دوستمون جناب محمد اربابی عزیز گفتن که دوستان همه ایشون را دعا بکنن ما همه محتاج دعاییم ولی دعای ویژه برای جناب محمد اربابی شاعر خوب ما که گاهی در جلسات شعر بهارستان هم حضور دارن شعراشون رو میشنویم شاعر طلبه ما در چابهار که گریه به کارشون خورده خداوند دعا بکنن که گریه از کار هم باز بشه نبود به غیر نام تو ذکر زبان ما یک حرف بیش نیست زبان در دهان ما اینجا نمیگه که زبان ما در دهان ما یک حرف بیشتر بیان نمیکنه بلکه میگه که زبان ما در دهان ما یک حرف بیشتر نیست یعنی انگار فقط یک حرف هست این زبان ما در دهان ما و فقط همین حرف هست که بیان میشه و اون هم ذکر نام او محبوب هست که در اینجا به نظر میرسه البته این بیشتر جنبه مجازی بیشتر جنبه و تعبیری عشق عرفانی میتونه داشته باشه چون شم دم ز شعله شو شوق تو میزنیم خالی مباد زین تب ما از غزلهایی است که خیلی دار نیست این غزل یعنی خیلی بیت های شورانگیزی داره خیلی بیت داره که یک حس و حالی با آدم میده و زیاد هم پیچیدگی نداره عمده این بیت ها که بخوام شرح و توضیح بسیاری بده ولی واقعا بیت هایی است که آدم با اینا احساس عاطفی برقرار میکنه یعنی حس میکنی که انگار یک انرژی خاصی به آدم میده یک چیزی که در شعر آدم بیشتر انتظار شورانگیزی گاهی داره در اینجا اینطوریه بعضی از شعرهای بیدل همینطوره که بنده اینا رو غزلهای حال معمولا اسم میگذاشتم غزلهایی که بیشتر این شورانگیزی در اونا است. و اتفاقا بیدل از این جنس هم داره این تصور که همه شعرهای بیدل شعرهای پیچیده و نکتدار و به شعرهایی است که باید در اونها تعمل بکنیم همیشه نیست بلکه در بعضی از غزلا هم که مثل همین یکی بیشتر ما یک نوع حال میکنیم با این شعر که ما این شعرها را شعرهای حال اسم گذاشتم و اون دسته دیگر را معمولا میگفتم شعرهای قال تنها نکته ای که در مورد این بیت به نظرم قابل ذکر هست این هست که میگه چون شم دمز شعله شوقی تو میزنیم خالی مباد از این تب گرم استخان ما بین استخان و شم بیدل در خیلی جاها ارتباطی برقرار کرده یعنی اون بدنه شم رو مثل یک استخوان تلقی میکنه و در جاهای دیگه ای هم داره اتفاقا در اون غزل دیگر که گفتیم که داغیم چون سپن مپرس از بیان ما هم بیتی داره که در اونجا صحبت از شم و استخوان میکنه و میگه که همین الان بیت به خاطر ما آمد باز یک لحظه از ذهنم رفت میگه که ما را چو شم با به گداز آفریدند ما را چو شم با به گداز آفریدند یعنی ز مغز نرم تر است استخوان ما چه تشبیه و تعبیر قشنگی است اینجا شم را به یک استخوان تشبیه میکنه چون شباهتی داره دیگه به یک بدنه یک استخوان منتها میگه ما انقدر استخوان نرم می داریم که مثل شم یک سره می گدازیم. از مغز استخوان خود استخوان اینجا نرمتره. این بدنه شرم یک بدنه نسبتا نرمی است نه؟ و می ما را چو شم با به گداز آفریدند. یعنی ز مغز نرم تر است استخوان ما که اینجا میگه که چون شم ز شوله شوق تو می زنی خالی مباد از این تب گرم استخوان ما که اتفاقا اینجا تب گرم با شوله و شم هم ارتباط داره یعنی اینجا بیدل به نوعی تناسبی برقرار کرده بین تب گرم و شوله تصویری از شوله در بیت بعد هم ارائه میکنه بیدل در اینجا و اون جایی که میگه که عرض فنای ما نبود جز شکست رنگ چون شوله برگریز ندارد خزان ما چقدر تصویر زیبایی اینجا را میکنه شوله میسوزه و نابود میشه و از بین میره تا عملا این خزان شوله که خاموشی شوله باشه برگریز نداره یعنی چیزی از اون نمیریزه برگریز در او اتفاق نمیفته ناگانی بهار او به خزان بدل میشه با چی با شکست رنگ یعنی از بین رفتن رنگ چیزی به نوعی ایره ای بگه که ما با شکست رنگ نابود میشیم مثل شعله که به خاموشی میکشه و فنای ما از این جنس هست به همین دلیل چیزی از ما باقی نمیمانه ارز فنای ما نبود جز شکست رنگ چون شوله برگریز ندارد خزان ما خزان ما خالی از برگریز هست یک نوع تعبیر متناقض نمام در اینجا هست خزانی که خالی از برگریزه گرد رمی به روی شراری نشسته ایم ای صبر بیش از این نکنی امتحان ما شرار همون جرقه آتش هست و یک لحظه عمر داره و بعد میره ما و از بین میره برق شرار محمل فرصت نمی کشد عمری نداشتم که بگویم چه سان گذشت در یک جای دیگه ای در غزلی میگه در غزلی که دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت اشکان قدر دوید زپای که از گذشت در اونجا بیت رو میگه برق شرار محمل فرصت نمیکشد کشد چقدر هم قشنگ محمل فرصت نمیکشد یک تعبیر مجازی یعنی فرصتی نداره عمری نداره و بعد کسی که عمری نداره چطور توصیف بکنه که این عمر ما چطور گذشت عمری نداشتم که بگویم چسان گذشت و اینجا هم همین طوریه میگه که ما یک گرد رم هستیم گرد رم چی هست؟ معمولا کسی که میرمه جانوری که میرمه آهو و خصوص وقتی میرمه بر اثر رمیدن او و برخورد کردن پای او به زمین گرد بلند میشه گرد و خاک بلند میشه و این رو به با تعبیر گرد رم به کار برده در جاهای دیگه ای هم اتفاقا این گرد رمیدن بسیار آمده اسای مشت خاک من نشد جولان آهوی که همچون سرمه در چشم دو عالم ناز میکردم یا در اون جا که میگه که در اون غزل میخرامد قبار هر ذره میفروشد به حیرت آینه تپیدن رم غزالان این بیابان پی نگاه که می خرامد میگه این غباری که بلند میشه بر اثر رم غزالان این بیابان هست که دنبال نگاه کسی هستن این گرد رم این تعبیر رو داره و طبیعتا رمیدن رو به نوعی غیر مستقیم ترسیم میکنه میگه ما انگار یک گرد رمیدن هستیم که روی شرار نشستیم یعنی گردی که خودش گرد رمیدنه او هم تازه به روی شرار بشینه چقدر کوتاهی و رمیدن از هر دو استنباط میشه گرد رمی به روی شراری نشسته ایم ای صبر بیش از این نکنی امتحان ما میگه که تو صبر ما رو امتحان نکن که ما چقدر صبر داریم اصلا دیگه فرصتی نیست که ما صبر داشته باشیم از برگزاز قافله بی خدان مپرس میگم خیلی غزل میگم خیلی غزل احساسی هست بله خانم تراکمه بیتی آوردن اندیشه فال وم زد و عمر نام کرد خیلی نزدیک هست به این و اتفاقا وزنش هم همین وزن هست اندیشه فال وم زد و عمر نام کرد گرد رم به دام نفس وا تپیده را اونجا چی میگه گرد رمی که به دام نفس وا تپیده چقدر نزدیکه اونجا میگفت که گرد رم به دام نفس وا تپیده و اینجا میگه که گرد رمی که به روی شراری نشسته این از اون غزلی هست که میگه که آینه آب داد روی تو دیده را غزل مسرع اولش الان به خاطرم نیامد گل بر رخت گشود نقاب کشیده را آینه آب داد روی تو دیده را این غزل را ما در یک جلسه خواندیم عمری درسم از لب لال خموش تو سیانی شنیدم سخن ناشنیده را اون غزل خیلی غزل عاطفی و پر است اس اندیش فال وم زد و عمر نام کرد گرد رمی به دام نفس و تپیده را از برگساز قافله بی خودان مپرس بی نالمی رود جرس کاروان ما این ترس کاروان ما حتی ناله هم نداره از بس که ما دچار بیخودی هستیم و از خود بیخود شدیم و کسی که از خود بیخود میشه دیگه حتی توان ناله هم نداره اتفاقا بین بیخودی یا از خود رفتن و کاروان هم در شعر بیدل معمولا تناسبی هست و در اینجا میبینیم که به نوعی از خود رفتن نمیگه ولی بیخودی میگه و بیخودی معنی دیگر او میتونه از خود رفتن باشه حالا بیدل بین از خود رفتن و کاروان معمولا ارتباط برقرار میکنه در اینجا بین بیخودی و کاروان ارتباط برقرار کرده یعنی بیخودی و کاروان کاروان بیخودی چون رفتن هست دیگه در از خود رفتن هم رفتن هست یاد آن محمل ترازی های گرد بیخودی که از دلم تا کوی جانان کاروان ناله بود یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شوق بس که می رفتیم از خود کاروانی داشتیم می بینید در چندین بیت بین از خود رفتن و کاروان یا بیخودی و کاروان قرابت احساس میکنه و ارتباط برقرار میکنه و اینا نشان میده که اتفاقی نیست ای بی خودی بیا که زمانی ز خود رویم باز از خود رفتن و این بار صحبت از قاصدی که نامه میبره میکنه ای بی خودی بیا که زمانی ز خود رویم جز ما دگر که نام رساند به یار ما مکتوب شوق هرگز بینامه بر نباشد ما و زخیش رفتن قاصد اگر نباشد از برگساز قافله بی خودان مپرس بی ناله می رود جرس کاروان ما میخواست دل ز شکوه خوی تو دم زند دود سپند گشت سخن در دهان ما چه تصویر قشنگی است میگه که ما میخواستیم که از خوی تو حرف بزنیم از بس خوی آتشینی داری خوی آتشین تو یعنی خوی تندی داری مثل که میگن فلانی خوی تندی داره این خوی تند رو خوی آتشین هم تعبیر کردن ز دست لطف و اطابت در آتش و آبم چه بیتی قشنگ اینم ز دست لطف و اعتابت در آتش و آبم بهشت و دوزخ ما کرده اند خوی تو را خوی تو بهشت و دوزخ ما شده جایی که لطف میکنی ما را انگار در آب میاندازی و آب هست لطافت و روشنی و مهربانی هست و جایی که قهر میکنی اون موقع آتش دوزخ میشه آتش میشه ز دست لطف و در آتش و آبم بهشت و دوزخ ما کردن خوی تو را میخواست دل ز شکوه خوی تو دم زند دود سپند گشت سخن در دهان ما یک بیت دیگه ای اینجا یاد داشت کردم در حاشیه این غزل در گزیده غزلیات این را هم بخوانم خدمت دوستان که اونجا بباشد یک بیت دیگه ای هم یاد داشت کردم که اتفاقا در حاشیه گزیده غزلیات هست اون را هم خدمت شما الان بخوانم که نزدیک به همین مطلب آخر از خود رفتنم راهی به فهم ناز برد سوختم چندان که با خوی تو گشتم آشنا میگه ما سوختم تا اینکه با خوی تو آشنا شدم ما معنی مسلسل زلف تو ایم. مشکل که مرگ قطع کند داستان ما بر فرض که مرگ هم باشه داستان ما قطع نمیشه به خاطر اینکه ما معنی زلف رو خواندیم و مسلسل به معنی سلسلوار هست چون زلف گاهی چین میدادن یا به تعبیری فر داشته و اینها رو به حلقه های زنجیر تشبیه میکنه تشبیه زلف به زنجیر بسیار در شعر بیدل آمده در شعر دیگران هم آمده و شاید موی بافته رو به زنجیر تشبیه میکردن به هر حال تشبیهش به زنجیر زیاد اتفاق میفته و سلسله موی تو سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست که شعر حافظ هست مثلا حالا اینجا میگه که این مسلسل بودن ظلف تو باعث شده که عملا تمامی نداشته باشه عمر ما ما معنی مسلسل ظلف تو خوانده ایم مشکل که مرد قطع کند داستان ما البته به این معنی نه که عمر ما تمامی نداشته باشه یعنی عمر ما تمام هم که بشه داستان ما تمام نمیشه به خاطر ای که سلسلوار هست مثل داستان های سلسلوار هست که یک قسمت که تمام میشه باز قسمت دیگه شروع میشه یعنی تمام نمیشه معمولا اینجا هم میگه که این داستان ما داستان سلسله واری است مشکل که مرگ این داستان را قطع بکنه از خاک تربتم نفسی میزند غبار بیدل هنوز زنده عشقم نمردم در خاک تربت ما هم این غبار هست که نفس میزنه جالبه که اینجا یک طور یک مفهوم امروزی را هم که ما امروز با اون سر و کار داریم به نوعی در این بیت مستتر میابیم یعنی همین داستان های سلسله وار که در مطبوعات هست به نوعی همین را ترسیم میکنه دیگه میگه این داستان ما داستان مسلسلی هست سلسله هست با مرگ هم قطع نمیشه مثل فیلم هاست که طرف می میره بعد در قسمت بعد می که نمرده بوده با داستانش ادامه داره به شکل دیگری ما معنی مسلسل زلف تو ای مشکل که مرقت کند داستان ما دوستمون جناب علی نجفزاده گفتن غبار چرا؟ احتمالا غباری که از مزار بلند میشه از خاک گرد خاکی که از روی مزار شخص بلند میشه نشانه این میدانه که هنوز اینجا زندگی هست و هنوز تپش هست از خاک تربتم نفسی میزند غبار بیدل هنوز زنده عشقم نمردم چون خیلی وقتا مزار اشخاص با خاک پوشانده می شده حالا این یک چیز نسبتا تجملی بوده که مزار سنگ داشته باشه همیشه سنگ نداشته مزارها و یک بیت بسیار شورانگیز دیگر گفتم که بیت های بسیار شورانگیزی داره این غزل چون سیل بی خدا نسوی بر می رویم آگه نیم دست که دارد انان ما انان همون افسار چارپایان هست که کسی که انان این یا افسار این رو گرفته هر طرف خواسته باشه میتونه ببره و بعد میگه که ما مثل سیلی هستیم که بی خود به سمت بر میریم و اون بر چی میتونه باشه؟ اون وجود مطلق، اون وجود معشوق برین میتونه باشه ما بی خدا به سوی بر میریم و نمیدونیم که اصلا دست کی هست که اینان ما رو گرفته یعنی کی هست که ما رو به خودش با خودش به این سمت میبره یک نوع اظهار تعجبی یا مثلا اظهار پرسشی یک نوع پرسشی که به نوعی پاسخ را هم در خودش داره لابد یک کسی دیگه ای است که ما رو به اون سمت میبره آن که آورد مرا باز برد در وطنم. این چنین تعبیری چون سیل بی خدا نسوی بر میرویم رویم آگه نیم دست که دارد انان ما آگه نیم دست که دارد انان ما بله اینجا دوستمون بیتی آوردن که خیلی نزدیک است به همون غبار از خاک برخواستن که درش آمده هوا هر جا برنگی زد غبار از خاک محجوران همین آواز میآید که ناچار این چونین باید این هم از او غزلی است که میگه که زهر مودام بر دوشم گرفتار این چونین باید خاطرها فراموشم بار این چونین باید و جالب این که در این وزن و قافیه هم بیدل دوتا غزل داره باز همین این چونین باید دوتا داره شدم خاک و نگفتم آشقم کار این چونین باید یکیش اینطوری فکر میکنم هست یعنی اینام یک جفت غزل هستن چون سیل بی خدا نسوی بر می رویم آگه نیم دست که دارد انان ما ما را عجوز در دوتا کرد از فریب زه شد به تار چرخ ز سستی کمان ما کمان خب به سختی معروف هست یعنی جنس سختی داره چوب سختی هست که در این حال البته خاصیت ارتجایی اندکی هم داره و با او تیر پرتاب میکنن منتها میگه این کمان ما هم در برابر این سختی های آسمان تبدیل به زه شد و تبدیل به اون نخ کمان شد از شدت این سستی و از فریبه که ما رو دوتا کرد و به نوعی بدبخت کرد این عجوز چرخ این را هم البته ارز بکنم که در اینجا عجوز بی ارتباط به این چیز هم نیست به تار ریسیدن که در مورد پیرزنان بسیار به کار می رفته هم نیست یعنی ریسیدن تار و اینجا با این تار به نوعی ارتباط داره این عجوز میگه که انگار که این عجوز چرخ کمان ما را ذهی ساخت و با اون انگار ریسندگی میکنه نخ میریسه ما را عجوز در دوتا کرد از فریب زه شد به تار چرخ زسستی کمان ما بله دوستان بیتای آوردن که نزدیک هست به همین فضا از طب اشوخ این همه در بند کلفتیم بستن چون شرار ز سنگ آشیان ما یک ارتباطی هست بین آتش و سنگ چون آتش از سنگ بر میخواسته که سنگ آتش زنه بوده و وقتی که سنگ رو به هم میزدن آتش از او بر میخواسته به همین خاطر بین آتش و سنگ ارتباط دیرینه ای و ارتباط وسیعی در شعر بیدل هست معمولاً سنگ و آتش با هم ارتباط پیدا میکنن به همین اعتبار سنگ هم بی نیست در میزان عدل بود شکستی مستعد آتش نمرود باش و اینجا به نوعی میبینید که یک تعلیلی هم کرده در مورد داستان حضرت ابراهیم بیت, دا پیچیده بیت پیچیده و در این حال جالبی است بیت پیچیده و در این حال جالب و کمی هم شطحامیزی است میگه که این آتشی که حضرت ابراهیم در او انداخته شد آتشی بود که از اون سنگ بتهایی که شکست در آمد ارز کردم که بین آتش و سنگ ارتباطکی هست اینجا میگه که به نوعی سنگ ها انتقام گرفتن اون سنگ هایی که حضرت ابراهیم اونا رو شکسته بود اون بط هایی که شکسته بود سنگ ها انتقام گرفتن و از اونا آتشی برآمد که حضرت ابراهیم در او آتش سوزانده شد انداخته شد سنگ هم بی انتقامی نیست انتقامی بود که اون سنگ ها گرفتن با آتشی که از اونها برآمد این ارتباط بین آتش و سنگ سنگ هم بی انتقامی نیست در میزان عدل بود شکستی مستعد آتش نمرود باش که اتفاقا میزان و سنگ هم با هم ارتباط داره چون میزان به معنی ترازو هست و با اون عدل ارتباط داره از طرفی ترازو با سنگ هم ارتباط داشته چون سنگ در ترازو میگذاشتن سنگ ترازو یعنی چندین ارتباط در اینجا هست که یک بیت بسیار همونطور که دوستان گفتن بی ساخته حالا اینجا میگه که ما عملا تب شوخ و ناآرا می داریم مثل آتش و به همین دلیل آشیان ما را در سنگ قرار دادن یعنی در سختی چون سنگ سفت و سخت است و کلفت به معنی سختی هست در شعر بیدل معمولا در شعر قدیم و به نوعی این سخت, سخت و به نوعی این سختی سنگ را کلفت یا درشتی میدانه و میگه که ما به خاطر طبع شوخی که داریم که آرامش نداریم و مرتب خودنمایی میکنیم چون شوخ در شعر بیدل معمولا کسی است که آرام و قرار نداره مثل آتش میگه ما طبع شوخی داریم و به همین خاطر آشیان ما را در سنگ ساختن از طبع شوخ این همه در بند کلفتیم بستن چون شرار ز سنگ آشیان ما آه از غبار ما باز از اون بیتای عاطفی و شورانگیزش آه از غبار ما که هواگیر شوق نیست یعنی به خاک ریخته است آسمان ما غبار قرار هست که غبار هواگیر باشه یعنی به هوا بلند بشه غبار قرار هست که هواگیر باشه یعنی به هوا بلند بشه ببخشید غبار قرار هست که هواگیر باشه و به هوا بلند بشه مونتا میگه این غبار ما همین توان را هم نداره چون در شعر بیدل خیلی جاهای دیگه این بلند شدن غبار به هوا را یک نوع فلکتازی اون غبار میدانه و میگه که این به نوعی احساس شکوه میکنه گرده بربادم رقص میکند شادم یا رقص میکنم شادم خاک عجز بنیادم طبع بی خلل دارم و بعد اینجا میگه که غبار ما حتی از نظر شوق به هوا هم بلند نمیشه اون شور و شوق نیست در او دیگر آه از غبار ما که هواگیر شاق نیست یعنی به خاک ریخته از آسمان ما و بیت مخته غزل بیدل حجوم گریه ما را سبب مپرس بیدل حجوم گریه ما را سبب مپرس بی مقصد است کوشش اشک روان ما عشق ما روان شده و هیچ مقصدی نداره برای که نمیدانیم به کجا یعنی از فرط استیصال و درماندگی یک عشق بی مقصدی از چشم ما روان شده و حالا دیگه لزومی نداره تا دلیل این گریه ای ما رو بپرسی و مقطع غزل بود بیدل حجوم گریه ما را سبب مپرس بی مقصد است کوشش عشق روان ما خب تشکر از همه دوستان به خاطر حضورشون در این برنامه 136مین 136, عمین. 136 عمین جلسه شبی بابی دل را هم در محضر عزیزان سپری کردیم با امید خدا پنجشنبه با برنامه کشور خورشید در خدمت شما باشیم که در اونجا این هفته به موضوع و دوره تهاجم نظامی شوروی به افغانستان و اشغال نظامی این کشور در دوره شوروی و مقاومت علیه او خواهیم پرداخت. دوستمون بیتی نوشتن که این بیت را هم به خانم جالب هست. دوستمون به اسم ملیسا در این مهنت سرا آینه اشک یتیمانم که در بی دست و پایی هم مرا باید رید اینجا خیلی نزدیک هست به همین معنی و از اون غزلی است که میگه که کسی در بند غفلت مانده ای چون من ندید اینجا دو عالم یک در باز است و میجویم کلید اینجا خداحافظی بکنم از همه دوستان از عزیزانی که همراه ما بودن دوست عزیز شاعر ما دوست قدیم جناب فریدون رحیمی و همه دوستان دیگری که با ما این غزل بیدل را همراهی کرد در این غزل بیدل همراهی کرد خدا همه دوستان و به امید دیدار در جلسه بعد